مشکلات زندگی و ناامنی شغلی آنان را چنان در تنگنا قرار داده است که در تاریخ معاصر ایران حتی شبیه آن را هم نمیتواند. رهبران تبهکار رژیم دیواری را کوتاه‌تر از دیوار کارمندان دولت پیدا نکرده اند. آنها به جای آن که بخشی از درآمد عمومی را صرف تأمین نیازهای اساسی این طبقه زحمتکش کنند، آن را یا به دولت‌های تروریستی و دلالان اسلحه دادند و یا صرف صدور انقلاب شوم و حیف و میل‌های خصوصی خود کردند. آیا میتوان گفت که عشایر دلیر ایران، این پاسداران تاریخی مرزهای کشور، قربانی این فاجعه نبودند؟ از همان ابتدای کار رهبران رژیم خمینی نخستین جنگ داخلی را علیه عشایر وطن پرست ایران در غرب و شرق، شمال و جنوب کشور آغاز کردند و خون هزاران تن از آنان را بی‌رحمانه و بی‌دلیل بر زمین ریختند. این دشمنی بیهوده هنوز ادامه دارد. آیا میتوان به پایان این جنگ خانگی قبل از سقوط رژیم تبهکار امیدوار بود؟ آیا میتوان به مسئولین این برادرکشی‌های بی‌حساب اجازه داد که کماکان ایران را و مردم ایران را پاره پاره کنند؟ ملت هرگز چنین اجازه‌ای نخواهد داد. بازاریان و پیشه‌وران ایران را هم یقیناً باید در شمار قربانیان آورد. آنها هم به دلیل فشارها و تهدیدهای روزمره، به دلیل سیاست‌های ضد و نقیض اقتصادی رژیم، نه به امروز و نه به فردای خود مطمئن نبودند و نیستند. و کیست که نداند ارتش توانای ایران هم از قربانیان بزرگ این فاجعه بود؟ اگر ارتش قربانی نشده بود، ایران هم قربانی تجاوز عراق و جنگ 8 ساله و خانمانسوز نمی شد. اعدام‌های دست جمعی و اخراج‌های کینه‌توزانه بود که در ابتدای تسلط رژیم خمینی شیرازه‌های ارتش را از هم گسیخت و دشمنان ایران را به طمع انداخت. اما دشمنی رژیم با ارتش و ارتشیان وطن پرست ایران به همینجا پایان نیافت. در سراسر ایام جنگ، حتی در لحظه هایی که افسران و سربازان شجاع ایران با جانبازی ها و توانایی های خود حماسه می آفریدند و با چنگ و دندان از خاک پاک ایران دفاع می کردند، رهبران تبهکار رژیم از دخالت های ناجوان مردانه، از کینه توزی های بی پایان دست بر نداشتند. آنها دست و پای ارتشیان را بستند و اجازه ندادند که این نیروهای از جان گذشته دشمن را به کیفر تجاوز خود برسانند. خواهران و برادران من، ملت ایران مجموعه همه این قربانیان است. همه افراد ملت بدون کمترین استثنایی مزه تلخ این فاجعه را چشیدند و آثار ویرانی ها و خونریزی ها، ندانم کاری ها و بیلیاقتی ها را در سراسر وطن عزیز خود دیدند. بیدلیل نیست که هر روز از روز پیش ندای اعتراض خود را رساتر می کنند. بیدلیل نیست که به جان آمدند و از تهدید و توحش رژیم دیگر بیمی به خود راه نمی دهند. جوش و خروش ملت از همکنون شنیدنی است. این ملت به پا خواهد خواست و این بنای ظلم و استبداد را در هم خواهد کوبید.
نه تنها مردم ایران، بلکه بسیاری از بنیانگذاران و مدافعان نخستین این رژیم هم به ابعاد وحشتناک این فاجعه آگاه شدند. تردید نکنید که بسیاری از کسانی که به ایمان و عقیده هوادار این چنین نظامی بودند و تصور می کردند که با همکاری با آن به صلاح و منفعت ملت عمل می کردند، امروز از تصمیم خود، از داوری خود پشیمانند. من می دانم که بسیاری از آنها ناخواسته و به ناچار سکوت کردند، اما در اولین فرصت به آغوش ملت باز خواهند گشت و دین خود را با کمک به بازسازی مملکت ادا خواهند کرد. زیرا رژیم خمینی را نه جمهوری می دانند، نه اسلامی و نه ایرانی.